این صدا به گوش ایرانیان آشناست. رادیو فردا زیر مجموعه از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سال هاست که این رسانه موسیقی و خبرهای مربوط به ایران و جهان را مستقل از رسانه های تحت کنترل جمهوری اسلامی در اختیار مخاطبان قرار می دهد. اما این استقلال مدتی است که برای کارکنان رادیو فردا دردسر ساز شده است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بیانیه‌ای فاش کرد: از یک سال پیش به این سو بیش از 10 خانواده از خانواده روزنامه نگاران مشغول در رادیو فردا توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. آرمان مستوفی مدیر رادیو فردا میگوید این بازجویی ها دست کم 20 بار و در ساعات طولانی تکرار شده است. بیش از یک سال پیش بود اولین موارد نمایان شد، برای اینکه ما فکر کردیم شاید یک مورد تنها باشه. بعد مورد دوم و سوم پیش اومد، گفتم خب خودشون متوجه میشن که این کارو فایده ای نداره، قطع میکنن. بعد که دیدیم همینطور ادامه دارن میدن و دامنش دارن وسیع میکنن، دیگه دلیلی ندیدیم که موضوع پنهان بمونه. در مورد بعضی ها تماس با خارج از کشور سوال کردن، در مورد بعضی های دیگه حساسیت داشتن که مطمئن بشن که اون خویشاوندان اطلاعاتی در مورد وضع ایران در اختیار ما نمیگذارن. البته ما هیچ وقت چنین اطلاعاتی رو از خویشاوندان نمیگرفتیم. و در مراحل یه قدری جدیترش خویشاوندان رو تحت فشار قرار میدادن که روزنامه نگار رادیو فردا رو راضی بکنن به این که از کار در رادیو فردا دست بکشه یا به ایران برگرده. بسیار خوب، آیا این فشارها میتونه ما رو از این خدمت به ایران باز بداره؟ پاسخ من قطعا منفیه، به دلیل خیلی ساده که در یک سال و خورده اخیر کمترین تغییری در محتوای برنامه‌های رادیو فردا داده نشده. بهمن ماه سال پیش صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی با حضور در مقابل دوربین این تلویزیون از بازداشت، بازجویی و تهدید خانواده کارکنان این رسانه در ایران خبر داده بود. آقای سبا تحت فشار قرار دادن خانواده روزنامه نگاران در ایران را اقدامی شنیع نامیده و گفته بود اگر این اقدام محکوم نشود ممکن است دامان دیگران را هم بگیرد. احمد رفعت، روزنامه نگار و عضو هیئت اجرایی سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا: اگر سال گذشته وقتی که بعضی از همکاران ما در بی بی سی فارسی این گونه باشون عمل شد، یک عکس العمل و واکنش بسیار محکمی خبرنگاران ایرانی در خارج از کشور صورت می‌گرفت، این اتفاق مجدداً نمی‌افتاد. به نظر من بهترین کار این است که خبرنگاران ایرانی در هر کشوری که هستند عضو سندیکای خبرنگاران یا اتحادیه خبرنگاران در اون کشور بشن، فشار بیارن و اونها رو مجبور کنند که در این رابطه از خودشون عکس العمل نشون بدن و این اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش سالانه آزادی مطبوعات خود گفته است ایران از نظر آزادی مطبوعات در بین 179 کشور جهان از آخر چهارم است. احمد باطبی، صدای آمریکا.